مهمان من دارای همه اون چیزهایی است که کشورش باید به او ببالد. چهره‌ای شناخته شده در محافل دانشگاهی جهان، فارغ التحصیل معتبرترین دانشگاه‌های اروپا و امریکاست، محقق و نظریه پرداز است و تا به حال چندین کتاب و مقاله در حوزه مفاهیم اجتماعی و فلسفی منتشر کرده و از مروجان نظریه تغییر سیاسی بدون خشونت است. با این حال در کشورش ایران بازداشت شد، به اعترافات تلویزیونی کشانده شد و 4 ماه از عمرش را در زندان اوین گذراند. در زندان بر او چه گذشت؟ چرا به اعترافات تلویزیونی تن در داد؟ و نظرش درباره جنبش سبز ایران چیست؟ رامین جهانبرگلو، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. سلام. شما در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران گفتید که فعالیت‌های دانشگاهی و فرهنگی شما در جهت منافع کشورهای دشمن ایران و ضد منافع ملی ایران بوده. برداشت عمومی اینه که شما تحت شرایط خاصی این حرف رو زدید. اگه اینطوره، این شرایط خاص چه بود؟ خب طبیعتا صحبتی که ممکنه آدم در کادر چارچوب زندان بکنه و فشارهای روحی با یک سخنرانی که ممکنه در یک مجمع دانشگاهی بکنیم به مراتب فرق داره و باید بگم که خب در زندان من زیر فشارهای روحی خیلی زیادی بودم، در انفرادی بودم طبیعتا مثل خیلی زندانیان دیگه و طبیعتاً اون فشارهای روحی و به ویژه اون شرایطی که بود خب موجب میشد که به این سمت و سو هم بریم. ولی میخوام تاکید کنم که این برنامه در تلویزیون انجام نشده بود، بنابراین یعنی آمادگی اینو نداشتم که من بردارم ببرن تلویزیون و بگن که خب شما حالا یک سخنرانی در اونجا انجام بدید. چه شکلی ضبط شده بود؟ این در کادر همون زندان انجام شده بود و همیشه هم در چارچوب همون زندان انجام میشه و خب بخشی از بازجوهای من بودش که خب بعدش به صورت برنامه تلویزیونی در اومد. یعنی در واقع متنی بود به شما میدادن، میگفتن این حرفا رو بزنید، یا اینکه به هر حال چطوری آماده میشدید برای این کار؟ آمادگی که والا باید بگم که با اون فشارهای روحی که بودش، که با اون خستگی که وجود داشت، که طبیعتاً کوفته و از هم پاره شده بودیم، ولی اگر هم به ما میگفتن که چه چیزی بگویید، عملاً باید که سمت و سوی اون برنامه در حقیقت مشخص شده بودش از قبل، اون که درش شکی نیستش دیگه. شما صحبت از فشارهای روحی میکنید، دقیقا چی جور بود؟ یعنی چی جور فشار روحی به شما وارد میشه؟ ببینید، فکر میکنم زندانیان دیگه هم درباره این موضوع صحبت کردن تا اونجا که من اطلاع دارم. شما رو وقتی در انفرادی قرارتون میدن و ارتباطتون با دنیای خارج به کلی قطع هستش و شما با نمیدونید که در دنیای خارج چه اتفاق داره میفته، از خودتون هم نمیتونید به دیگران خبر بدین و در یک سلول خیلی کوچیک هستید، در مدت مثلا برای من 125 روز بود این موضوع، خب طبیعتاً این فشارهای روحی روتون هست. البته من خودم کوشش می‌کردم که به نوعی این فشارها رو از بین ببرم با مثلا نوشتن یک چیزهایی و یا خوندن کتابهایی که میتونستم در اختیارم قرار بگیرن، این کار رو سعی می‌کردم که انجام بدم. ولی شما بلافاصله بعد از اینکه از زندان آزاد شدید رفتید به دفتر خبرگزاری دانشجویان ایسنا و گفتید که من می‌خوام که با من مصاحبه بشه و اونجا صحبت از این کردید که به هر حال مسائلی رو اونجا مطرح کردید و گفتید که صادقانه دارین حرفا رو میزنید. این واقعا یعنی کاملا با میل و رغبت خودتون رفتین یا اینکه به شما گفته بودن برین این کارو؟ نه، برای اینکه خب به هر حال اون جزی از آزادی من بود و من که با پای خودم اونجا نرفتم. یک به دومم این که در حقیقت اون صحبتایی که کردم، من دفعه اول بود ایسنا میرفتم، اگه میخواستم برم قبلا هم رفته بودم خودم، خب با پای خودم میرفتم در سالهای قبلی که قبل از اینکه زندان برم. ولی صحبتایی که در اونجا شد، من باید به اون اشاره بکنم که مثلا صحبتایی که درباره اینکه خب حالا منو دعوت میکردن به اینکه برم به یک کنفرانس های در خارج از کشور یا آمریکا، خب اونها
حقیقت محض. یک موضوع دیگه‌ای رو من اونجا مطرح کردم که موضوع بسیار دقیقی است و باید بهش توجه کرد، و به اون که گفتم که منو نذاشتن تو دانشگاه ایران درس بدم و خب به خاطر همین رفتم و بورس گرفتم از جاهای دیگه و مدتی مثلا در آمریکا بودم، بعدش در کانادا درس دادم، ولی اگه امکانی نداشتم که تو دانشگاه ایران بتونم درس بدم خب طبیعتاً در ایران میموندم و درس میدادم. شما در اون مصاحبه البته همونطور که الان هم گفتین حرفایی زدین که اونهایی که شما رو میشناختن میدونستن که اصلا آدم سیاسی نیستید، معلوم بود که بسیاریش ممکنه حرفای واقعی خودتون باشه، ولی در این حال شما هم گفتید که اونجا در اون مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان که صادقانه عنوان میکنن که زیر هیچ فشار روحی و جسمی نبودن. بله اینم درست بود؟ نه خب اینکه درست نبود به خاطر اینکه اصلا من میشه که هر کسی زندان بره و زیر فشار روحی نباشه. حالا ممکنه شکنجهش ندن از نظر جسمانی، ولی به هر حال زیر فشار روحی که شما حتما خواهید بود. به هر حال شرایط زندان یکی از تخت‌ترین شرایطی بود که من در زندگیم درش قرار گرفتم. میتونم اینو بگم به واقع. شما آقای جانبگلو در بحث‌های متعددی که در مورد مبارزه عدم خشونت می‌کنید و اینا، شما دروغ، مبارزه با دروغ و دروغ‌گویی رو بخشی از این مبارزه عدم خشونت می‌دونید و روش تأکید می‌کنید، ولی در این حال شما خودتون مجبور شدید که در تلویزیون جمهوری اسلامی دروغ بگید. چقدر براتون دشوار بود این کار؟ بسیار دشوار بود. این در حقیقت فکر می‌کنم که مثل یک شخصیت رمان کامو یا سارت، ژان پل سارت قرار گرفته بودم، که یعنی شما خودتون دارین در مورد یک سری اصولی صحبت می‌کنید ولی اون اصول رو باید زیر پا بذارید، مجبور می‌شید زیر پا بذارید. ولی فکر می‌کنم که اون بحثایی که من کردم در مورد این موضوع اولا برمیگرده به کل جامعه و به ویژه جامعه ایران و جوامعی مثل جامعه ایران که درش مثلا دروغ گفتن، دروغ پردازی به صورت نه تنها عمودی بلکه به صورت افقی میانه خود شهروندا صورت میگیره. اون یه بحثه. یه بحثی نیست که شما ممکنه که حالا در چارچوب مثلا استودیو بی بی سی نباشید و در یه حالت دوستانه، ولی که شما را در یک فشاری، در یک انفرادی قرار بدن و خب اونجا شما بشکنید مثل بقیه کسانی که زندان رفتن. البته زندان‌های دنیا هم همه شبیه هم نیستش، بعضیشون خیلی سخت‌ترن، بعضیشون کمتر سختن، و خب اونجا ممکنه که شما مجبور بشید که تن به یک چیزهایی بدهید، و من کاملا میفهمم که کسان دیگه هم در اون شرایط بودن و این کارها رو کردن، و ولی خب اگر آدم‌های صادقی بودن بعدش اومدن و مثل خود من گفتن که خب ما زیر فشار روحی بودیم و این حرفا رو زدیم. بله. آقای جان، شما کتاب‌های متعددی منتشر کردید در زمینه‌های مختلف، مسائل فلسفی، مسائل اجتماعی، ولی تکیه شما عمدتاً بر مبارزه با، یعنی به شیوه عدم خشونت هست، و در این زمینه کارهای زیادی انجام دادید، مسافرت‌های زیادی کردید، به هند رفتید، تحقیقاتی کردید. میتونید لب کلام شما چیه در واقع؟ میخواین چی بگین؟ یعنی اینکه در هر حالتی بایستی مبارزه توأم با خشونت نباشه؟ حرف من این هستش که اگر ما در زندگی اجتماعی اول داریم با دیگران زندگی میکنیم نه فقط برای خودمون، بنابراین مسئله بزرگی که ما داریم مسئله این است که چگونه بتونیم به یک پیمان اجتماعی برسیم. این پیمان اجتماعی رو ما اسمش رو میذاریم حاکمیت قانون. حاکمیت قانون نمیتونه با خشونت وجود داشته باشه، برای اینکه خودش به خودی خود خودش رو نفی میکنه. اگر شما قانون رو بخواید از راه خشونت اعمال بکنید خودش خودش رو نفی میکنه. بنابراین مسئله‌ای که من از درباره صحبت میکنم و این شیوه ایست که گاندی، لوتر کینگ، ماندلا و خیلی دیگه در کشورهای خودشون در دوره‌های مختلف تاریخ بشری استفاده کردن، اعمال کردن، این است که در حقیقت یک جامعه چگونه میتونه به خودشو پرورش بده از نظر فکری، خودشو میتونه از نظر اجتماعی پرورش بده که تا اونجایی که میشه خشونت رو در جامعه خودش مهار کنه. ولی همونطور که شما هم داشتین به درستی میگفتید، این همراه با یک اعتقادی به این نوع حقیقت جویی باید باشه، نه حقیقت ایدولوژیک که بیاد بگه من حقیقت مطلقم شما از من پیروی کنید، ولی اینکه آدم‌ها اعتقاد داشته باشن که به دنبال یک عدالتی هستن و این عدالت نمیتونه با دروغ ایجاد بشه و این عدالت با خشونت هم نمیتونه ایجاد بشه، برای اینکه اگه با خشونت بخوایم اینو دنبال کنیم خودش خودشو نفی میکنه.
حالا ممکنه کسانی به شما ایراد بگیرن، انتقاد بکنن که شما در خونتون جای راحتی رو مبلتون نشستین و نظریه پردازی میکنین و به دیگرانی که تحت فشار فوق العاده شدیدی هستن تو خیابون‌ها بهشون توهین میشه، بهشون مورد ضرب قرار میگیرن یا حتی مورد اصابت گلوله قرار میگیرن یا در زندان‌ها شکنجهشون میکنن، شما به اینا میگین که به خشونت دست نزنید، در حالی که اون یک واکنشی که میتونه خشونت به هر حال حتی اگه نخوان بروز بده از خودش. بله، این یکی از ایراداتی که میگیرم، ولی این ایراد درست جواب نیستش. جواب من این نیست که من این حرفا رو قبل از اون مورد زدم. یک، دوم این که الزاماً این که بگن شما کنار گود نشستین و به بقیه میگین که شما چیکار کنین درست نیست، برای اینکه اون معمولاً کاری است که ایدولوک ها میکنن. من بحثی که دارم میکنم این است که حتی کسانی که تحت ستم قرار گرفتن، به ویژه کسانی که تحت ستم قرار گرفتن، به ویژه کسانی که قربانی شدن، اونها هستن که این پتانسیل اینو دارن از نظر اخلاقی که خودشون در یک مرحله بالاتری قرار بدن و دقیقاً کاری که اون جانیان باشون انجام دادن رو دو مرتبه انجام ندن، یعنی قربانیان خودشون تبدیل به جانیان جدید نشن در تاریخ. این یک انتخابه، انتخاب اخلاقیه و اون چیزیست که من اسمشو میذارم سرمایه اخلاقی یک ملت. ببینین اصولاً اگه ما اعتقاد داشته باشیم که تمدن بشری عبارت است از پیشرفت اخلاقی بشر، نه فقط علم و تکنولوژی و مثل اینکه ما از یک تکنولوژی خیلی پیشرفته برخوردار باشیم، ولی امروزه خیلی از کشورهای دنیا وقتی که در یک جنگی قرار میگیرن یا در یک وضعیت خشونت آمیز قرار میگیرن شما میبینین که هیچ پیشرفت اخلاقی هم نکردن. خب در اون موقعیت من فکر می‌کنم که اگه ما قبول داشته باشیم که بشریت در مهار خشونت هدفش هست، طبیعتاً باید به این سمت و سو بره که بتونه این آموزش هم به خودش بده. و من اینجا دارم روی صحبتم با مردم عادیه، با حتی کسانی که حتما دانشگاه رفتن نیست، و مردم عادی اینو همیشه این اخلاقو داشتن، این اخلاق و این قواعد اخلاقی رو یا از دینشون میگرفتن یا از سنتشون میگرفتن، میدونستن با هم چگونه زندگی کنن، میتونستن همون ادب کلی که ما داریم، شما اینو باید در حقیقتش ببینین که این ادب در طول زندگی اجتماعی چگونه میتونه شکل خودشو پیدا بکنه. و اتفاقا مسئله عدم خشونت همونجاست دقیقاً، نه اینکه شما یه فرمول بنویسین بگین که من میخوام براتون یه نسخه بپیچم. حالا یک روی دیگه قضیه که نظریه پردازان دیگه مطرح میکنن و اون اینه که اصولا وقتی که یک کشور در حالت انقلابی قرار میگیره و مردم شورش میکنن و هیچ اجتناب ناپذیره، بحث اینا هم البته این مبتنی بر تئوریه هستش به نام وضعیت انقلابی، که وضعیت انقلابی زمانیه که فرض کن حکومتگرا دیگه نمیتونن بشی به گذشته حکومت بکنن. بله. و حکومت شونده ها هم دیگه نمیخوان بشی به گذشته حکومت بشند. بله. و مملکت دوچار بحرانه، شورش صورت میگیره و انقلاب صورت میگیره، کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره، یعنی با توصیه و اینا هم نمیشه عدم خشونت رو رعایت کرد. درسته، ولی من توصیه نمی کنم، من حرف خودم فقط میزنم. یعنی همیشه اولا من با وضعیت انقلابی اصولا مخالفم، برای اینکه طرفدار اصلاح هم، اصلاح خشونت پرهیزم هستم، ولی ضمناً معتقد هستم که مسئله اصلی که ما داریم صحبت میکنیم مسئله مشروعیته. ببینید شما در وضعیت‌های انقلابی که ما در 200 سال گذشته در تاریخ بشر داشتیم، انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، انقلاب کوبا، چین، همه چی و انقلاب ایران، شما همیشه میبینید که یک عده‌ای میان و میگن که اون مشروعیت اون انقلاب دست ماست، مشروعیت سیاسیش دست ماست، مشروعیت اخلاقیش دست ماست. خب من میگم که اگر چنین باشه، یعنی اون وضعیت انقلابی که مردم دست به نافرمانی میزنن، مردم میخوان که یک وضعیت رو تغییر بدن، مشروعیت اصلی با مردم هستش در درجه اول. ولی مسئله بزرگتر اینیست هستش که شما وقتی که داریم بحث عدم خشونت میکنین، فقط جابجایی قدرت نیست، اکثر انقلابیون هدفشون جابجایی قدرته، برای اینکه میگن ما مشروع‌تر از اون کسی هستیم که در قدرت هست، پس شما اونو برداریم ما رو جاش بذارین، ما براتون بهش میاریم. درسته؟ بحثی که داره عدم خشونت میکنه این نیست که، اصلا مسئله قدرت طلبی نیست. ساختار خشونت ممکنه در خود یک جامعه باشه، ما باید با اون مبارزه بکنیم و نه فقط به صورت عمودی، یعنی از بالا به پایین به صورت یک هرم، بلکه به صورت افقی. من برای تو این مثالی میزنم که الان فکر کنم بینندگانم هم خوب میفهمن. در ایران فرض کنین در شهری مثل تهران الان وقتی که رانندگی میشه، در مقایسه کنیم با لندن، اگه تصادفی بشه ممکنه یک عده پا از ماشین پیاده بشن و با زنجیر همدیگر بزنن.
خب این یک نوع اعمال خشونتی که شهروندا دارن به همدیگه میکنن. این اعمال خشونت جانب دولت هم نمیاد، ولی این فکر و ذهن خشونت فرهنگ خشونت به وجود میاره و فرهنگ خشونت نمیتونه برای یک مملکت حکومت قانون بیاره. این بحث اصلی منه. بسیار خوب، شما فکر میکنین که این جنبش سبز ایران که ظاهرا تا به حال حداقل در ماهیت جنبش ضد خشونت بوده تاییدی است بر صحبت های شما در واقع؟ بله دقیقاً. یعنی من واقعا خوشحالم که اصلا ایرانیان یک چنین چهره ای از خودشون به جهانیان نشون دادن و خودشون وقتی که در این 7 ماه گذشته در آینه خودشون میبینن، یعنی در آینه جامعه ایران میبینن، من فکر میکنم که اون سرمایه اخلاقی رو دارن. یعنی شاید خیلیشون متعجب بشن که ما چطور آدمهایی بودیم که خشونت رو میپذیرفتیم، خشونت رو نسبت به همدیگه اعمال میکردیم، ولی حالا میتونیم در یک وضعیت آشتی ملی باشیم، با هم اتحاد ملی باشیم و حتی شجاعت و جسارت رو اینو داشته باشیم که خشونتی که از اون طرف به ما میشه رو بپذیریم ولی خشونت اعمال نکنیم. ها اتفاقا سوال منم الان همینه، ولی به دلیل اینکه انقلاب ایران 31 سال از انقلاب ایران میگذره، انقلاب ایران گویا که در مقیاس خیلی وسیع نبود ولی خشونت آمیز بود، از هر دو طرف خشونت اعمال شد در جریان انقلاب. در جریان جنبش سبز با وجود اینکه خشونت علیه تظاهر کننده ها خیلی به وضوح دیده شد و نه تنها اون بلکه از طریق اینترنت به همه جای دنیا هم شد رفت و مردم دیدن به چشم خودشون که چه جور خشونت هایی اعمال میشه، ولی با این حال ماهیت ضد خشونت خودش رو تا حالا حفظ کرده. چرا؟ از کجا اومده این؟ یعنی چه این تغییر، این دگرگونی در ذهن مردم چطور به وجود اومده؟ این سوال بسیار خوبی است. ببینید من همیشه به این سوال اینطوری پاسخ میدم که اولا ما ریشه های فکری و فلسفی عدم خشونت رو در فرهنگ خودمون داریم، برخلاف چیزهایی که گفته میشه در اینترنت، در تلویزیون جمهوری اسلامی و جای دیگه که اینو آقای جینشار کاخ سفید داره به مردم ایران میگه، این کاملا غلطه. شما کافیه که برین زرتشت رو بخونین، شما کافیه که برین شیخ سعدی رو بخونین، اندرزنامه ها رو بخونین، اخلاق ناصری رو بخونین، چیزایی که مال ملت ایرانه، چه در دوره قبل از اسلام چه در دوره بعد از اسلام. فرهنگ عدم خشونت در اون مملکت وجود داره، درسته؟ اشکال مختلف هم داشته. این یک بخش دیگه اولشه. برنامه فرهنگش و فلسفه‌اش. ولی این فرهنگ در گذشته هم وجود داشته. اعمال می‌شده. بله به نوعی. نه منظورم که پیش از انقلاب ایران و طی این دوران هم وجود داشته. خیلی خب من می‌خوام بگم که حالا بنابراین ما میتونیم فرهنگ رو همونطور که گاندی فرهنگش خودش رو استخراج کرد و باش کار کرد، میتونیم استخراج کنیم و باش کار بکنیم. یعنی این هیچ لزومی نداره که تلویزیون بی بی سی به ما بگه که ما چیکار بکنیم، اتفاقا برخلاف حرفی که میزنن. این فرهنگ در بطن ذهن مردم ایران هست، نفس ایرانی وجود داره، اندیشه ایرانی وجود داره. بخش دوم حرف من جنبش اجتماعی. جنبش سبز یک جنبش خودجوشه، جنبشی هستش که الزاماً ریاستی نداره، الزاماً یعنی اگه بخوام بگیم رهبری که رهبرش خودش، من همیشه اینو میگم رهبر واقعی جنبش سبز خودشه و اشتباهاتش هم خودش باید تصحیح کنه و در واقع اون سرمایه اخلاقیش هم خودشه، یعنی میتونه خودش رو با دست خودش از بین ببره، میتونه به خودش استمرار بده، درسته؟ ولی مهمترین چیزی که باید متوجه باشم، یعنی ما هممون باید متوجه باشیم، این است که الان ما داریم در حقیقت به جهانیان هم یک پیامی رو میفرستیم که ما ایرانی ها چگونه هستیم. آیا ما ایرانی ها ملت دروغگوی هستیم؟ آیا ملتی هستیم که خشونت رو اعمال میکنیم نسبت به خودمون؟ آیا ملتی هستیم که میخواهیم که برازنده اون فرهنگ باشیم؟ خب طبیعتاً وقتی که خشونت پرهیزی بکنیم، طبیعتاً وقتی که مثل دوره گاندی، مثل لوتر کینگ، مثل ماندلا، خب ببینید شما به عنوان ندای اخلاقی به ما نگاه میکنن در جهانی که الان صدایی از اخلاق دیگه وجود نداره. یعنی چقدر عالیه که ملتی که اینقدر فکر میکنه که پایین اومده از نظر اخلاقی، خودش ببینه که جهانیان دارن بهش نگاه میکنن و بهش رجوع میکنن و میگن که خب ما به دنبال شما ایم، برای اینکه میبینیم که شما هم دارین به طرف یک خشونت پرهیزی میرید. آها، یه طرف قضیه دیگه اینه که ما خشونتی که از طرف حکومت اعمال شد به خصوص بسیاری رو متعجب کرد.
در جریان تظاهرات متعددی به خصوص در جریان تظاهرات عاشورا. از جمله کسانی که بسیار متعجب شدند از کسانی بودند که تا همین اواخر جزو طرفداران پرپاقرص خود جمهوری اسلامی ایران بودند. این خشونت چرا؟ از کجا اومده؟ این خشونت خب خیلی مشخص از کجا اومده. ببینید خشونت اساسش میتونه ترس باشه، یعنی خشونت مطلق به این صورت اوریان میتونه ترس باشه، میتونه منبع ایدئولوژیک داشته باشه، میتونه یک منبع دیگه داشته، سرچشمه دیگه داشته باشه، و اون که تنها حقیقت دست منه و حرف من میزنم و برای من هیچ حقیقتی جز حقیقت من وجود نداره، بنابراین هر کسی غیر از من بگه من باید اینو از بین ببرم. این حقیقتی است که در حقیقت خشونتی است که هیتلر و استالین هم اعمال میکردن نسبت به روس ها و نسبت به آلمان ها یا دیگران در اروپا. خب در همچی وضعیتی شما در حقیقت باید خودتون رو در اون موقعیت قرار ندید. من بحثم اینجاست، ما اگر داریم برای یک چیزی مبارزه میکنیم و اسم اون قانون هستش، حاکمیت قانون هستش، حالا سر کلمه دموکراسی خیلی با هم موافق نیستم ولی سر کلمه قانون که موافقن. میراثی که مشروطیت بر ما باقی گذاشته میراث حاکمیت قانونه، میراثی است که مصدق هم برایش سوار بود، میراثی که تمام جنبش‌های ایران تا حالا برایش سوار بودن، انقلاب 1357-58 هم بر اون سوار بود، دنبال قانون بود و قانونگذاری. خب این قانونگذاری همونطور که من گفتم شما برایش باید یه ملاک اخلاقی داشته باشید. شما چجوری میتونید قانونگذار باشید و بخواید قانونمند باشید و در ضمن اینکه قانونمند هستید بخواید خشونت هم اعمال کنید؟ اگر از جانب حکومت خشونت اعمال میشه برای اینکه قوانینی زیر پا گذاشته شده، اولین چیزی که قانونی که زیر پا گذاشته میشه قوانین خود انسانی بشریه، چیزی که ما بهش میگیم حقوق بشر، درسته؟ مرحله دوم قوانین و پیمانهای اجتماعی که زیر پا گذاشته میشه. خب از اون طرف به نظر من ما به عنوان مردم ایران خب نمیتونیم که همون کار بکنیم، یعنی اگه ما همون در همون سطح قرار بگیریم خب ما چه ایرادی داریم که به بقیه بگیریم؟ چه ایرادی داریم؟ ما اگر قاتل بخواد خودش با قتل مبارزه بکنه، یعنی اگر کسی که میخواد با قتل مبارزه بکنه خودش نمیتونه تبدیل به قاتل بشه، تمام بحث اینه. اتفاقا لوتر کینگ هم خیلی قشنگ این حرف رو میزد، میگفت شما قتل رو از بین ببرید نه قاتلانو. این بحث بسیار مهمی و اتفاقا اضافه بر این به نظر من یک بخش دومی داره که من هر وقت اینو میگم همه پریشان حال میشن و اون آینده ایرانه. ما چگونه ممکنه درباره آینده ایران بتونیم فکر کنیم بدون اینکه در مورد آشتی ملی فکر بکنیم؟ و در آشتی ملی نمیتونه صورت بگیره چنان که در شیلی، آرژانتین و آفریقا، مگر اینکه ما یک نوع بخشش داشته باشیم در یک جایی. نیام هی انگشتمون دراز کنیم بگیم شما متهمین، شما متهمین، شما متهمین، شما متهمین. باید به نظر من یک سری کمیسیون‌های حقیقت جویی وجود داشته باشه، مردم بیان به هم بگن ما چرا خشونت اعمال کردیم، چی بوده، فرهنگش رو نداشتیم، آموزشش رو نداشتیم، بیمار روانی بودیم یا فقط قدرت طلب بودیم. خب حالا برای رسیدن به این آشتی ملی به هر حال باید اسباب و وسایلش فراهم بشه. شما مثلا در گذشته ها مقامات اطلاعاتی یا قضایی جمهوری اسلامی ایران بحثشون این بود که ما در همه آزادن که فعالیت سیاسی بکنن، فقط به اونهایی که دست به اسلحه میبرن علیه نظام ما برخورد میکنیم. بعدها احزاب سیاسی هم تقریبا برچیده شد از ایران و همه غیرقانونی شدن و افرادش دستگیر و زندانی شدن. و مسئله اینه که بعدش هم وقتی که تا حدود فعالیت های مدنی به اصطلاح آزاد شد و اینا مردم رو آوردن به فعالیت های مدنی، اونها هم به مرور محدود شدند و حالا هر کسی دست به هر حرکتی میزنه در چارچوب فعالیت های مدنی به اتهام انقلاب مخملی مواجه میشه، از جمله خود شما. بله. خب در چنین شرایطی اون وقت چه زمینه ای برای آشتی ملی به وجود میاد؟ خب مگه همین حالت در چکسلواکی نبود، در لهستان نبود، در رژیم آپارتاید نبود؟ رژیم آپارتاید که دیگه بدترین رژیمی بودش که در سالهای 1970-1980 در جهان وجود داشت، ولی خلاص وقتی که مندلا تونست بیاد رئیس جمهور بشه، مندلا نیومد قدرت طلبی بکنه، آمد گفتش که ما نمیخوایم بیایم اینجا دو مرتبه حالا سفید پوستان از بین ببریم، ما میخوایم یه آشتی ملی ایجاد بکنیم، ما میخوایم در حقیقت یک آفریقای جنوبی ایجاد بکنیم که الان بتونه جام جهانی فوتبال رو در همین امسال برگزار بکنه، یه مملکتی که دست به خشونت بزنه مثل رواندا، دست به کشتار جمعی بزنه که نمیتونه که در عرصه جهانی اصلا بتونه
حضور داشته باشه از هر گونه فرهنگی، سیاسی و غیره. ببینید من فکر میکنم باید گفتی صادقانه که جامعه مدنی ایران که تشکیل شده از روشنفکران، جوانان، دانشجویان، زنان به ویژه، زحمت خیلی زیادی در 30 سال گذشته کشیده برای اینکه به خودش شکل بده. این زحمت الزاماً یک زحمت سیاسی نبوده، برخلاف تصور خیلی از سیاستمدارا. این زحمت زحمت فکری و فرهنگی هم بوده، یعنی در حقیقت فکر کردن، کتاب نوشتن، درس دادن، فعالیت ذهنی کردن برای اینکه بتونن به اینجا برسن و به این پختگی و بلوغ برسن که بیان و بتونن خشونت پرهیز بشن. خشونت پرهیزی یک چیزی نیست که شما یک شبه به دست بیارید، اتفاقا یک شبه هم نباید از دست داد. خشونت پرهیزی نتیجه یک بلوغ فکریه و این بلوغ فکری و پختگی رو من فکر میکنم که الان این جنبش به دست آورد. خب ها، و از به اصطلاح فهوای کلام شما و نوع به اصطلاح لحن امیدوارانه شما چنین برمیاد که شما خیلی امیدوارید که این جنبش صد به اون درجه برسه که به آشتی ملی ختم بشه و یک اون شرایطی که شما دنبالش هستید. من بزن بگم به چی امیدوارم. من به ملت ایران امیدوارم، بیشتر از اینکه فقط به یک جنبش امیدوار باشم. برای اینکه می‌بینم که ملت ایران به ویژه جوونا، یعنی کسانی که در حقیقت وقتی انقلاب شده تازه به دنیا آمدن، یعنی الان در حدود سنین 20 و 30 هستن، این جوونها در حقیقت می‌بینم که در دنیا امروز می‌درخشن. جوونهای ایرانی از تحصیلاتشون می‌درخشن. من وقتی سفر می‌کنم در جای مختلف می‌بینم جوونهای ایرانی واقعا از یک بلوغ بیشتری برخوردارن. یعنی وقتی که با مصر، با حتی ترکیه یا اردن مقایسه میکنم، حالا عربستان سعودی اینا به جای خود هستن، مقایسه میکنم میبینم اینها قابلیتشو، کفایتشو دارن و لیاقتشو دارن که بر یکی از بهترین باشن در خاورمیانه. و اتفاقا فکر میکنم که جنبه‌ای که الان متوجه شدن اضافه بر تمام این چیزها، همین جنبه اخلاقی هم هست که خشونت پرهیزی. خیلی متشکرم رامین جهانبرگلو از شرکتتون در برنامه. خیلی متشکرم. ممنون از شما. مرسی از شما.